درخواست پادشاه عربستان از جامعه جهانی برای مهار ایران 2 سال پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها. از نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میپرسم آیا دولت ترامپ با فشار حداکثری به خواسته هایش رسید؟ همچنین در برنامه امشب نگاهی به روند افزایشی قیمت خانه و اجاره بها در ایران. قیمتها در عرض 2 سال 3 برابر شد. و انتشار جزئیاتی از دادگاهی که نوید افکاری را به اعدام محکوم کرد. او میگوید برای اثبات بیگناهیش دلیل دارد، اما دادگاه نمیخواهد بشنود. یه سوال را شما جواب نمیدید. ایشون نشسته یا سرش تو گوشیشه یا داره میخنده. من شاهد دارم که دست من آقای عباسی شکونده. شما بگید نه نمیشه، شاهد نمیاره. شما صحت صبح حرف منو مشخص کنید. من ادعا کردم که شکنجه شدم، دارم ادله ارائه میدم. چجوری که ایشون داره ادعا میکنه هیچ ادله ارائه نمیده ما برسید. اونایی که ماشینای لنگی بلنگی دارن خوشونن. صفای داماد، ای بندا، بگو. اونایی که زنای لنگی بلنگی دارن خوشونن. حکایت عروسی خوبان، فیلمی علیه جنگ در دوران جنگ. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. همزمان با ادامه فشار اقتصادی بر مردم ایران، حسن روحانی با دفاع از عملکرد دولتش در برابر تحریم‌های آمریکا گفته که ایران در شرایط جنگی به سر می‌برد. آقای روحانی گفته جنگ اقتصادی هم مانند دیگر جنگ‌ها زخمی و کشته دارد، اما وعده داده که در صورت همراهی مردم و مسئولان ایران در این جنگ پیروز خواهد شد. این در حالی است که پرونده‌های فساد مالی بسیاری از مقامات و مسئولان هر روز در صدر خبرهاست و اغلب مردمند که در این جنگ کشته و زخمی می‌شوند، نه مسئولان. رئیس جمهوری ایران دیروز هم در مجمع عمومی سازمان ملل گفت واشنگتن نمی‌تواند تهران را مجبور به مذاکره یا جنگ کند. در پاسخ کاخ سفید گفته که حکومت ایران در سخنانش صادق نیست و ثروت متعلق به مردم را صرف ماجراجویی در منطقه می‌کند. باران عباسی گزارش می‌دهد دیرتر پیش از برنامه گفتگویی داشتم با الیوت آبرامز، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، و از او پرسیدم چرا آمریکا از یک طرف می‌گوید برجام توافقی از پایه خراب بوده، اما همزمان می‌گوید رعایت نکردنش توسط ایران صلح جهانی را به خطر می‌اندازد. اگر رعایت نکردن برجام یک خطر جدی است، چرا آمریکا تا این حد برای نابودی‌اش تلاش می‌کند؟ مشکل برجام اینه که به جای اینکه متوقف کنه مسیر ایران رو به سمت یک سلاح هسته‌ای، مسیرش رو هموار میکنه، موانع رو در اون مقاطع 5 ساله، 10 ساله، و خب ما الان به مقطع 5 ساله رسیدیم، بر میداره از سر راه ایران. و البته به هیچ وجه دیگر جنبه های غیر هسته‌ای سوء رفتار ایران رو تحت پوشش خودش قرار نمیده، نه فقط بحث نقض حقوق بشر در داخل ایران، بلکه اقداماتی که ایران در عراق، در لبنان، در سوریه، در یمن میکنه، حمایتش از تروریسم. بنابراین منظور ما اینه وقتی میگیم که برجام یک قطعنامه، یک توافق از پای خرابه. طبیعتا ما خواستار یک توافق جامع جدید هستیم که تمام جوانب سوء رفتار ایران رو تحت پوشش خودش قرار بده. اتفاقا خوب شد که اشاره کردید به اون مسئله 5 تا 10 سال. بر اساس برجام قرار بود که ایران به گفته آقای پومپئو بین 5 تا 10 سال دسترسی داشته باشه به اورانیوم غنی سازی شده، اما بر اساس گزارش آژانس ایران در پی خروج آمریکا از همین توافق همین الان 10 برابر محدودیت تعیین شده اورانیوم غنی سازی داره. فکر نمی کنید که این سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ باعث شد که بحرانی که قرار بود 5 تا 10 سال دیگه اتفاق بیفته عملاً جلو افتاد؟
نه، مشکل برجام همونطور که داشتم میگفتم اینه که به ایران اجازه میده که به جلو بره در این زمینه، موانع رو بر میداره از سر راه ایران. چیزی که ما واقعا نگرانش این هستیم اینه که بعد از اینکه موانع برداشته بشن ایران تحت برجام بتونه غنی‌سازی بیشتری انجام بده، سانتریفوژهای بیشتری داشته باشه، سانتریفوژهای پیشرفته تری داشته باشه، اورانیوم غنی شده تری داشته باشه. این در چارچوب خود برجام هست. بنابراین برجامه که مشکله. ایران رو مانع نمیشه که بره به سمت این موارد، بلکه یک جدول زمانی براش تعیین میکنه. خب در پی سیاست فشار حداکثری ایران عملاً تعهداتش رو به برجام کم کرده و داره بیشتر غنی‌سازی میکنه. من فکر میکنم همینطوره. همچین ادعایی هم ادعا میکنه که کلن در چارچوب برجام رفتار میکنه، اما خب داره برجام رو نقض میکنه. و خب این سوالی که باید پرسید از سه کشور اروپایی طرف برجام، بریتانیا، آلمان، فرانسه، که همچنان دارن حمایت میکنن از برجام، اما همچنان اذعان میکنن که ایران داره از تعهدات خودش سرپیچی میکنه. بنابراین سوالی که از اونها باید بپرسیم اینه که حالا میخواید چه کار کنید در این رابطه؟ آقای ابراهامس، فکر میکنید که علت این که کشورهای اروپایی نتونستن با سیاست مایل نیستن با سیاست فشار حداکثری شما همراه بشن چیه؟ دیروز آقای مکرون هم انتقاد کرد از سیاست فشار حداکثری و گفت که شکست خورده. البته بهتره که این سوال رو شما از اونها بپرسید، اما ما به نظرمون میاد که اونها انگار که یک تعهد مذهبی و خدشه‌ناپذیری به برجام دارن و نمیخوان که برجام تحت سوال قرار بگیره و فکر میکنن که برجام به همه سوالها درباره رفتار هسته ایران پاسخ میده. اما ما آگاه هستیم از اطلاعات آرشیوی که اسرائیلی‌ها کشف کردن، اینکه در حالی که داشتیم روی برجام مذاکره می‌کردیم و در اون سال‌هایی که آمریکا داخل برجام بود، ایران داشت این آرشیو خودش رو پنهان می‌کرد، مدارکی که داشت درباره برنامه هسته‌ای خودش و تحت همون رهبری که همچنان در ایران بر سر کار بود. بنابراین این یک دلیل دیگه است که نشون میده که ایران نمیتونه حتی به خود برجام هم وفادار باشه. و این سوالی که از من پرسید بهتره که از اروپایی‌ها بپرسید. البته آقای ابراهامس، تنها کشورهای اروپایی نیستن که مخالف سیاست فشار حداکثری هستن. هم از همفکران نزدیک شما جان بولتون، معاون پیشین امنیت ملی آقای ترامپ، هم روز دوشنبه نوشت که مکانیزم ماشه نه تنها شکست خورده که به سیاست فشار حداکثری آمریکا ضربه میزنه. بذارین بین مکانیزم ماشه یا اسنپبک که برمیگرده به بحث قطعنامه 2231 شورای امنیت و سیاست فشار حداکثری تمایز قائل بشیم. سیاست فشار حداکثری، ببینید به ریال ایران نگاه کنید، به ارزش ریال نگاه کنید که در پایین ترین سطح تاریخی خودش قرار گرفته. چرا؟ میدونید چرا؟ برای سیاست فشار حداکثری. چرا ایران نمیتونه که نفت خودش رو دیگه، بیش از 90% نفت ایران از صدورش کم شده. چرا؟ به دلیل فشار حداکثری. بنابراین واقعا سخته که کسی بگه که این سیاست جواب نمیده و سیاست تحریم‌های آمریکا جواب نمیده. هدف سیاست فشار حداکثری از بین رفتن ارزش ریال بود؟ نه، ببینید، ما داریم سوالی که خواهیم پرسید، چیزی که از ایران خواهیم خواست اینه که کارایی بکنه که خب رژیم الان نمیخواد بکنه. اینکه برنامه سلاح هسته‌ای خودش رو کاملا رها کنه، حمایت از تروریسم رو متوقف کنه. اینا مثال‌های دو تا مثال است. رژیم ایران نمیخواد این کار رو بکنه. بنابراین هدف سیاست فشار حداکثری اینه که ایران رو مجبور کنه که این سیاست‌های خودش رو تغییر کنه. بعد از اون ما یک توافق جامع می‌خوایم با ایران که در اون اونها تعهداتی رو متقبل بشن و اون تعهدات رو حفظ کنن، نه فقط درباره برنامه هسته‌ایشون، بلکه فراتر از اون. و این اتفاق نخواهد افتاد بدون سیاست فشار حداکثری. 3 سال از سیاست فشار حداکثری میگذره آقای ابراهامس. در این مدت مردم ایران که به هر حال توسط حاکمان ایران که درگیر فساد گسترده هستند، سرکوب گسترده مردم هستند، تحت فشارن و تنها نتیجه تا اینجای کار، نتیجه سیاست فشار حداکثری فقیرتر شدن مردم ایران بوده.
نتیجه ملموس دیگه ای نداشته. حکومت ایران کماکان بر سر کاره، کماکان در کشورهای منطقه نفوذ داره و کماکان حاضر نیست بیاد پای میز مذاکره با شما. سوء مدیریت عظیمی که و فساد عظیمی که در این رژیم هست، مسئولیتش به عهده کسانی است که در صدر این رژیم هستند و نه بر عهده خارجی ها از جمله ایالات متحده. چیزی که مردم ایران میپرسن و ما این رو مثلا در شبکه‌های اجتماعی میبینیم اینه که چرا این رژیم میلیاردها دلار نه صدها هزار دلار، میلیاردها دلار داره میده به گروه‌هایی در عراق، در به حزب الله، به حماس، به سازمان‌های دیگر تروریستی. اگر اونهایی که نگران اقتصاد ایران هستن باید این سوال رو بپرسن و به این از این افراد فاسدی که دارن ایران رو سوء مدیریت میکنن این سوال رو بپرسن. متشکرم. در پایان آقای آبرامز، در دوران ریاست جورج بوش پدر شما به خاطر دروغگویی به نمایندگان کنگره آمریکا در ماجرای فروش سلاح به ایران، معروف ایران کنترا یا ماجرای مکفارلین، در دادگاه محکوم شدید. آیا نگران نیستید که این سابقه شما به تلاش شما برای جلوگیری از فروش سلاح به ایران لطمه بزنه؟ نه، من فکر نمی کنم چنین باشه. من مدت زیادی، حدود 40 ساله که جست و گریخته در دولت آمریکا حضور داشتم و پاسخ صادقانه من به سوال شما اینه که نخیر. متشکرم. الیوت آبرامز. در همین باره باران عباسی گزارشی داره که با هم می‌بینیم. هدف صدام سرنگونی نظام بود، اینام همینا بودن. سخنان حسن روحانی در سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، مقایسه شرایط فعلی ایران با 40 سال پیش. جنگ اقتصادی از سال 97 علیه ما شروع شد. امروز بحث تحریم نیست، ما در یک جنگ اقتصادی هستیم. آنچه حسن روحانی جنگ می‌خواند، اما آمریکا فشار حداکثری توصیف می‌کند، با هدف آوردن ایران به پای میز مذاکره برای توافقی جدید در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای. سیاستی که گردهمایی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را هم به صحنه جنگی لفظی تبدیل کرده. رویارویی مجازی رهبران جهان در سخنانی از پیش ثبت شده. حامیان و مخالفان سیاست ساکنان فعلی کاخ سفید در قبال ایران. پرزیدنت دو لا رپوبلیک فرانسیز. فرانسه در جبهه مخالفان. کشوری که هرچند به سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه موشکی و کاهش تعهدات هسته‌ای ایران انتقاد دارد، راه حل را پایان دادن به برجام نمی‌داند. راهبرد فشار حداکثری در چند سال گذشته نتوانسته مانع فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه شود. به همین دلیل است که فرانسه و شرکایش یعنی آلمان و بریتانیا تأکید دارند که توافق وین به طور کامل اجرا شود. ما نقض این توافق از سوی ایران را نمی‌پذیریم. نمایشی کم سابقه از اختلاف بین آمریکا و متحدان سنتی‌اش، ایستادن در مقابل تصمیم کاخ سفید برای فعال کردن مکانیسم ماشه، مکانیسمی که قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران را احیا می‌کند. ما با فعال کردن این مکانیسم موافق نیستیم، چون آمریکا به دلیل ترک توافق در موقعیتی نیست که بتواند آن را فعال کند. این اقدام باعث تضعیف شورای امنیت می‌شود و خطر تشدید درگیری‌ها در منطقه را بیشتر می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. در آن سوی میدان همسایگان عرب ایران، بینشان ملک سلمان پادشاه عربستان، که امروز برای اولین بار خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. همه دنیا شاهد بوده که رژیم ایران از این توافق سوء استفاده کرد تا فعالیت‌های توسعه طلبانه‌اش را تشدید کند و شبکه‌های تروریستی‌اش را بسازد، منابع و ثروت مردم ایران را به هدر داد تا پروژه توسعه طلبانه خود را عملی کند. پروژه‌ای که تنها باعث هرج و مرج، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی شد. تجارب ما با ایرانی‌ها به ما آموخته که راه حل‌های کوتاه‌مدت از تهدید ایران برای صلح و امنیت جهانی جلوگیری نخواهد کرد.
به یک اراده جامع و جهانی نیاز است تا ایران را از دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، موشک‌های بالستیک و همچنین دخالت در امور داخلی دیگر کشورها باز دارد. آنچه اینجا می‌گذرد اما به نظر نمی‌رسد دست کم در کوتاه مدت تأثیری در اقدامات این دو جبهه ایجاد کند. تصمیم حکومت ایران ظاهراً مقاومت به هر قیمتی است. جنگ پیغمبر اسلام هم در جنگ احد مجروح شد، دندان مبارکش شکسته شد. جنگ عده‌ای کشته بشن، حمزه سید الشهدا شهید بشه و منتظر ماندن و امید بستن به تغییر ساکنان فعلی کاخ سفید در انتخابات چند هفته دیگر در آمریکا. جنگ مثل جنگ تحمیلی، همه بیان، همه کمر ببندن، همه در کنار هم باشیم. قیاس شرایط امروز با جنگ ایران و عراق، جنگی که مردم عادی در تصمیم برای ادامه آن نقشی نداشتند، جنگی که تبلیغات حکومتی ایران را پیروزان می‌داند. ما پیروز میشیم، ما موفق میشیم. و تکرار همون موزه از سوی دولتی که سابقش در عمل به وعده های دیگر نشانه های کمی از پیروزی را نشان میدهد. بله، جنگ داره. باران عباسی، بی بی سی. در ایران قیمت خانه در 2 سال 3 برابر شده. گزارش مرکز آمار ایران درباره فروش و اجاره مسکن در فصل بهار نشان می‌دهد که قیمت خانه در مراکز همه 31 استان ایران نسبت به بهار 2 سال پیش 125 تا 300% افزایش داشته. اجاره بها هم در عرض 2 سال به طور متوسط 75% بالا رفته. بهرنگ تاجدین نگاهی کرده به این آمار و ارقام و قیمت خرید و اجاره مسکن در شهرهای مختلف ایران. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار مسکن تصویر نگران کننده ای از وضع قیمت ها ارائه میکنه. این گزارش نشون میده که متوسط قیمت مسکن در کل کشور بهار امسال به متری 5,750,000 تومان رسیده، 63% بیشتر از بهار پارسال و تقریبا 3 برابر بهار 2 سال پیش. ولی اینها متوسط کشوریه و قیمتها در شهرهای مختلف کشور تفاوتهای جدی داره. طبق این گزارش تهران همچنان با اختلاف زیادی گرونترین شهر برای خرید خونه است و قیمتش 3 برابر میانگین کشوریه. بعد از تهران اصفهان، کرج و شیراز گرونترین مراکز استان هستند و یاسوج، خرم‌آباد و ایلام ارزونترین شهرهای مرکز استان. نکته جالب این آمارها اینه که با وجود اینکه خونه در پایتخت در 1 سال 44% گرون شده، سرعت رشد قیمت در مراکز همه 30 استان دیگه ایران از تهران بیشتر بوده، از 52% در سنندج تا تقریبا 170% در بوشهر. ولی اگه به جای 1 سال تغییرات قیمت مسکن در 2 سال رو نگاه کنیم، میبینیم که در مراکز همه استانها قیمت بین 125 تا 300% در این مدت رشد کرده. به عبارت دیگه قیمت خونه در مراکز استانهای ایران ظرف 2 سال بین 2 تا 4 برابر شده. بوشهر، بندرعباس و شیراز توی این مدت شاهد بیشترین افزایش قیمت بودند و سنندج، سمنان و بجنورد شاهد کمترین افزایش قیمت. در بحث اجاره بها هم اختلاف شدیدی بین شهرهای مختلف کشور هست. از گزارش مرکز آمار این طور برمیاد که بهار امسال رهن کامل یک آپارتمان 100 متری در شهر یزد 17 میلیون تومان، در کرمان 25 میلیون تومان، در اصفهان 40 میلیون تومان، در تبریز 48 میلیون تومان، در کرج 69 میلیون تومان و در تهران 186 میلیون تومان بوده، 10 برابر یزد. دقت کنید که اینها تخمینی بر اساس متوسط قراردادهای ثبت شده است. در کنار این اجاره ها هم در 2 سال گذشته در مراکز همه 31 استان کشور افزایش قابل توجهی داشته و بین 46 تا 87% بالا رفته، یعنی تقریبا 1.5 تا 2 برابر شده. بعد از تهران اجاره ها در تبریز، شیراز و کرج بیشتر از شهرهای دیگه بالا رفته. این آمارها بدون در نظر گرفتن افزایش قابل توجه قیمت‌ها در 3 ماه اخیره. با وجود این، از این اعداد و ارقام هم مشخصه که چقدر خونه خریدن و حتی اجاره نشینی در ایران سخت‌تر شده.
بهرنگ تاجدین بود. آرش حسن نیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک با ماست. آقای حسن نیا، اساسا آیا هیچ نظارتی بر این افزایش قیمت‌ها وجود داره؟ نظارتی هم اگر وجود داشته باشه، نظارت در واقع غیر مؤثری است. یعنی اتفاقی که شاهد هستیم در چند سال گذشته و در چند ماه گذشته که تشدید شده، رشد قیمت هست همونطور که در گزارش بود. نکته مهم در این میان در واقع رشد قیمت زمین هست، قیمت هر متر مربع ساختمان مسکونی کلنگی که در واقع همون زمین هست و سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن که در شهری مثل تهران بیش از 75% از قیمت تمام شده مسکن قیمت زمین هست. و نکته‌ای که مورد توجه و البته نگران کننده هست این هست که افزایش قیمت زمین حتی رشدش از رشد خود قیمت آپارتمان‌های مسکونی یا زیربنای مسکونی بیشتر بوده در ماه‌های گذشته، به این معنی که اگر همین روند ادامه پیدا بکنه، مهمترین عامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده مسکن یعنی زمین رشدی بیشتر کرده و در ماه‌های آینده اگر اتفاق خاصی نیفته، قاعدتاً این افزایش در حوزه مسکن خودش رو نشون خواهد داد بیشتر از این. آقای حسنی، چی کار میشه کرد اساساً؟ آیا دولت برنامه‌ای داره؟ ببینید، همه دولت‌ها در واقع برنامه‌هایی رو در حوزه مسکن داشتند. از دست کم 3-4 دولت گذشته، از دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی، برنامه‌های متفاوتی رو برای حل مشکل مسکن داشتن و همگی در این حوزه ناکام بودن. مهمترین بحث این هست که عمدتاً پروژه‌هایی مثل مثلا مسکن مهر در جاهایی ساخته شده یا عرضه مسکن دولتی عموماً در مکانیابی هایی صورت گرفته که پاسخگوی تقاضای موجود بازار نبوده. یعنی تقاضای موجود بازار کماکان بدون پاسخ مناسب رها شده. سایر برنامه ها، طرح جامعه مسکن هم که در دولت آقای روحانی مدتی پیگیری شد، متوقف شد و دوباره پیگیری شده، این طرح هم ناکام مانده. مهمترین عنصر در واقع موفقیت این برنامه ها میتونه حذف زمین، حذف قیمت زمین یا حل مسئله زمین باشه که اختیار بسیاری از این زمین ها در اختیار دولت، نهادهای نظامی و پادگان هاست. به نوعی شاید واگذاری این زمین ها به سازندگان انبوه مسکن های با قیمت مناسب برای طبقه متوسط یا طبقه ای که متقاضی این مسکن ها هستند شاید بتونه راهگشا باشه که اساساً دست کم در چشمانداز آتی ظاهراً برنامه‌ای برای این موضوع وجود نداره. این افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره بها چه تأثیری بر شکاف طبقاتی میتونه داشته باشه؟ ببینید، الان اتفاقی که در شهر تهران افتاده این هست که قیمت هر متر قیمت مسکن به 14.5 برابر درآمد سالانه یک خانوار رسید. یعنی اگر یک خانوار تمام درآمد خودش رو پس انداز بکنه، 14.5 سال، 15 سال باید منتظر بمونه در شهر تهران که خانه دار بشه. خب قاعدتاً هیچ خانواده‌ای نمیتونه تمام درآمدش رو پس انداز بکنه. حتی اگر نسبت 1/3 هم در نظر بگیریم و تمام عوامل رو ثابت فرض بکنیم، یک خانوار اگر 1/3 درآمد سالانه خودش رو پس انداز بکنه به این نیت که بتونه منزلی رو، آپارتمان مسکونی رو در تهران خریداری بکنه، باید 43 سال انتظار بکشه با این فرض محال که تمام این عوامل و عناصر ثابت بمونند. نکته ای که این وسط اتفاق میفته این هست که خب در واقع متقاضیان خانه اولی یا کسانی که خانه متقاضی تقاضای مصرفی در بازار مسکن هستند دورتر و دورتر و دورتر میشن از پاسخ گرفتن از این تقاضای خودشون و دست نیافتنی تر میشه مسکن برای اونها. در نتیجه فشار به بازار اجاره میاد. بازار اجاره هم یکی از مهمترین عوامل در تعیین قیمت اون قیمت مسکن هست. یعنی وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه، خب نسبت اجاره هم بالا میره. برای همین میشه تصور کرد که اگر این وضعیت کماکان وجود داشته باشه، با پدیده هایی که بعضا در برخی از رسانه ها هم به اونها اشاره شده که پشت بام خوابی یا پارکینگ خوابی یا به هر حال پدیده های نوینی از این دست روبرو میشیم، یا اینکه خانواده ها و خانوارها مجبور میشن که حاشیه نشینی رو و مهاجرت معکوس رو در دستور کار بگذارن، یا کیفیت محله زندگی اونها تنزل پیدا بکنه، که همگی اینها در واقع در
بر کیفیت زندگی خانوارها اثرگذار خواهد. سیاست های دیگر کشورها دنبال میکنن که برای من ساره که چرا فرزن در ایران دنبال نمیشه. فرزن در بریتانیا کسانی که انبوه سازی میکنند موظفن که 1% از ساخت و ساز رو تعلق بدن با خانواده های مستمند، اما ما شاهد چنین طرحهایی در ایران نیستیم. درسته، چنین طرحهایی رو نداریم. حتی در حوزه بازار اجاره هم در دیگر کشورها، بازار اجاره معمولا بازارهایی است که خیلی مالک محور نیست، یعنی هر کسی ساختمان خودش رو اجاره نمیده. بسیاری از مسکن‌های اجاره‌ای در اختیار شهرداری‌ها هستند یا شرکت‌های بزرگی هستند که اصولاً این شهرک‌ها یا این تعداد پرشمار خانه‌های اجاره‌ای رو مدیریت می‌کنند، بر قرارداد اجاره‌ها نظارت می‌کنند. قراردادهای اجاره معمولاً بیشتر از 1 سال بسته میشه و اساساً مسکن‌های با قیمت مناسب در مکان‌هایی که مورد توجه خانه اولی‌ها هست یا طبقه متوسطی که در اون محله‌ها و در اون مناطق دنبال مسکن می‌گرده توسط انبوه‌سازانی ساخته میشه که صنعتی‌سازی می‌کنند و نه سنتی‌سازی و نه یک ساختمان و دو ساختمان، بلکه در مقیاس تولید بالا این تولید رو انجام میدن و هزینه های تولید اونها کاهش پیدا میکنه. با چنین سازندگانی در بخش خصوصی واقعی و مستقل با نظارت کافی میشه عنصر و عامل زمین رو که مهمترین عامل در قیمت تمام شده مسکن هست و معمولا این زمین ها در اختیار دولت یا همونطور که اشاره کردم در اختیار نهادهای نظامی، پادگان هایی که این روزها در وسط تهران یا در اطراف تهران هستن، میشه با حذف اون عامل و سپردن این ساخت و ساز به شرکت‌های بزرگ انبوه ساز صنعتی ساز هزینه تولید مسکن رو پایین آورد و با شرایط ویژه‌ای در اختیار متقاضیان خانه اولی‌ها و به هر حال کسانی قرار داد که تقاضای واقعی مصرفی دارن، نه تقاضای سفته بازی یا تقاضای احتیاطی و حفظ پسندازها و حفظ سرمایه‌های ریالیشون از گزند تورم. متشکرم. آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی. اما قیمت دلار در ایران بار دیگر رکورد شکست. هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران امروز بیش از 28 هزار تومان معامله شد. روند افزایش قیمت دلار با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شدت گرفت. قیمت دلار در 1 ماه و نیم اخیر 6 هزار تومان افزایش داشته. مهدی قدسی، اقتصاددان مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل از وین اتریش با ماست. آقای قدسی، خوش آمدید به برنامه. سوالی که برای بسیاری از بینندگان ما مطرحه اینه که این افزایش تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان گرامی. چیزی که الان به ذهن من میاد برای این سوال شما این هست که طی 2 سال اخیر اگر بخوایم نگاه بکنیم که قیمت ارز چقدر افزایش پیدا کرده، تقریبا بشه گفت بیشتر از 2 برابر شده. و اگر ما بیایم همین قیمت ارز رو بذاریم کنار تورمی که وجود داره، میبینیم که تورم هم تقریبا باعث شده که شاخص قیمت ها تقریبا بشه گفت 2 برابر شده. اینجا ما یک دور باطل داریم، یعنی در وهله اول بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، قیمت دلار افزایش پیدا کرد، به واسطه اون قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا کرد و پس از اون ما شاهد افزایش تورم بودیم. خب وقتی تورم هم افزایش پیدا بکنه، ما میدونیم که افزایش ارزش دارایی ها رو داریم و همچنین مردم رو میارن به دلار. خب این چیزی که الان ما درش ببینیم در طی چند هفته اخیر یا چند ماه اخیر، خب عامل ژئوپلیتیکی که مکانیسم ماشه مثلا میتونم نام ببرم پشتش هست، یک التهابی رو در بازار ارز به وجود آورده که مردم برای پسنداز کردن پول خودشون بیشتر رو میارن به دلار. اما اون قسمت عظیمی که از بازار دلار و بازار ارز ما در ایران میبینیم داره مبادله میشه، بازاریه که برای مختص صادرات و واردات هست. از اول امسال به خاطر کرونا صادرات ایران خیلی کاهش پیدا کرده، در نتیجه عرضه ارز یا عرضه ارزی که در بازار نیمایی بوده خیلی کاهش پیدا کرده. خب وقتی که ما افزایش دلار رو داشته باشیم، خب همه سعی میکنن که بیان هجوم بیارن به این بازار و دلار بیشتری بخرن و همچنین صادرکننده سعی میکنن دلار خودشون رو دیرتر به این بازار عرضه بکنن. برای همین این رویه به نظر من همچنان ادامه خواهد داشت تا اینکه یه بالانسی برقرار بشه بین تراز تجاری ایران که یعنی صادرات با واردات همخونی داشته باشه و
میزان عرضه دلار و میزان تقاضای دلار یه مقداری ثبات پیدا بکنه که این افزایش عرضه کاهش پیدا بکنه. آیا فکر می‌کنید که دولت کماکان تلاش می‌کنه که این بازار رو کنترل کنه، چون در دفعات گذشته که این اتفاق افتاد بلافاصله دلار تزریق می‌کردن به بازار، سعی می‌کردن که یک سیاست‌هایی برای محدود کردن افزایش قیمت اعمال بکنن، فکر می‌کنید که الان همین تلاش رو می‌کنن یا اینکه اساساً بازار رو به حال خودش رها کردن؟ این تلاش‌ها رو داشتن. یکی از تزریق ارزی که تو بازار داشتن فکر می‌کنم 30 یا 31 تیر ماه بود 300 میلیون بود، تقریبا تونست دلار رو بیاره پایین، ولی خب اون ذخیره ارزی که دولت در اختیارش هست صرفاً از طریق صادرات تأمین میشه و خب وقتی که صادرات کم باشه، وقتی که مرزها بسته باشه و نشه صادرات رو انجام داد، وقتی نفت نشه صادر بکنه، خب دولت ذخایر ارزش کم هست و این کار رو و این عمل رو کمتر انجام میده. یکی از بزرگترین مشکلاتی که اینجا ما داریم اینه که ما دو تا نرخ داریم، نرخ 4200 تومانی داریم و نرخ معمولی داریم و شکاف بین این دو نرخ خیلی بیشتر شده. شرکت‌هایی که صادرکننده هستن میان عملاً از رانتشون استفاده میکنن، از 4200 تومان استفاده میکنن و میان دلارشون رو به ارزش بالاتری میفروشن. برای همین اون دلاری که در دست دولت هست و بخواد تزریق بکنه خیلی محدود هست و این عمل خیلی برای دولت سخت خواهد بود که بخواد در آینده به این عمل ادامه بده. حتی تا آخر سال خیلی بعید خواهد بود که بتونه چند بار دیگه از این سیاست استفاده بکنه و بتونه عرضه ارز داخل ایران رو افزایش بده. چقدر فکر میکنید که این تحولات بازار ارز نتیجه تغییرات در بازار بورس ایرانه؟ خیلی مرتبط هستن. مثلا اگر چند روز پیش اخبار رو دنبال کرده باشیم میبینیم که بانک مرکزی اجازه داد که کسانی که صادر کننده هستن بتونن ارز خودشون رو در صرافی های عادی در کشور عرضه بکنن. این باعث میشه که صادرات شرکت هایی که در بورس هستن با افزایش ارزش بیشتری فروخته بشه و بتونن از اون آیدی و پول بتونن سهام ارزش شرکت خودشون رو بالا ببرن و این باعث شد که افزایش در واقع بشه گفت کاهشی که در شاخص بورس سهام داشتیم بتونه یک مقداری کنترل بشه به خاطر اینکه اون شرکت‌های صادراتی در بورس تونستن ارز خودشون رو در بازار عرضه بکنن. متشکرم. مهدی قدسی، اقتصاددان. بی بی سی دریافته که بریتانیا، آلمان و فرانسه سفیران ایران را برای اعتراض به بازداشت شهروندان این کشورها احضار کردند. دیشب وزارت خارجه بریتانیا با احضار حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن به بازداشت شهروندان دو تابعیتی‌اش از جمله نازنین زاغری رتکلیف اعتراض کرد. فرانسه، بریتانیا و آلمان در نامه‌ای مشترک از ایران خواستند که شهروندان آنها را آزاد کند و بگذارد نزد خانواده‌هایشان بازگردند. نوشتن این نامه مشترک از جانب سه کشور اروپایی طرف برجام که خواهان حفظ این توافق هستند و با تحریم‌های تازه آمریکا همراهی ندارند اهمیت زیادی دارد. ژیار گل، خبرنگار حوزه بین‌الملل بی بی سی فارسی با ماست. ژیار، از این نامه بیشتر بگو. خب رانا، این نامه از طرف سه قدرت سیاسی و سه قدرت اقتصادی اروپا یعنی فرانسه و بریتانیا و آلمان به هر حال نوشته شده و ظاهرا سفرای ایران در این سه کشور دیشب حمید بعیدی نژاد در لندن به وزارت خارجه بریتانیا فرا خوانده شده و همچنین به نظر میاد امروز فرانسه و آلمان هم همین کار رو با سفیران ایران در این کشورها کردن. در این نامه مشخصا به وضعیت بازداشت شهروندان دو تابعیتی این کشورها اشاره شده، از جمله مثلا نازنین زاغری یا مثلا در فرانسه خانم عدالت‌خواه یا عادل‌خواه یا حتی به وضعیت نسرین ستوده و اعدام‌های اخیر هم اشاره شده. به نظر میاد اروپایی‌ها بسیار نگران نقض حقوق بشر در ایران و همچنین برخورد شدید با معترضان در داخل ایران هم هستند و از ایران خواستند که به رفتارش پایان بده و حتی به یک نوعی هشدار داده شده. این گونه رفتارها در داخل ایران و نقض حقوق بشر می تواند به روابط اقتصادی بین این کشور و بین اروپا و به ایران لطمه بزنه. ولی فکر کنید چقدر این هشدارها جدیه ژیار؟ اولین باری نیستش که کشورهای اروپایی درباره نقض حقوق بشر در ایران هشدار میدن، اما در عمل قدمی بر نمیدارن و معمولا در حد هشدار باقی میمونه. فکر میکنید که در این مرحله ممکنه ایران واکنشی نشون بده؟
ببینید در چند هفته گذشته ما شاهد اتفاقات بزرگی بودیم که عکس العمل بین المللی داشت. اگه شما نگاه کنید به وضعیت و شیوه محاکمه و اعدام نوید افکاری و همچنین وضعیت سلامتی نسرین ستوده و دوباره احتمال اینکه نازنین زاغره ممکنه دوباره دادگاهی بشه با به اتهامات جدید، این وضعیت رو برای کشورهای اروپایی سکوتشون رو حتی در مقابل در داخل کشورهای خودشون افکار عمومی کشورهای خودشون با سوالات زیادی روبرو کرده. فراموش نکنیم همین هفته اخیر بود که سفر جواد ظریف وزیر خارجه ایران به آلمان لغو شد پس از اعدام نوید افکاری، و همچنین نسبت به وضعیت نسرین ستوده اعتراضای زیادی شده از طرف جامعه بین المللی، و ما داریم این عکس العمل رو از طرف اروپایی ها در حالی میبینیم که همین یکی دو روز گذشته آمریکا این به حال تحریم های رو دوباره برگردونده و تحریم های شدیدی رو میخواد اعمال بکنه، و این که اروپایی ها در این نامه به سفرای ایران اخطار دادن که ممکنه این رفتار ایران بر روابط تجاری به حال اونا با ایران تأثیر بذاره، میشه گفت به نوعی اخطاری به ایران که ممکنه اونا هم یک سیاست دیگری رو در مقابل ایران پیش بگیرن، و این میتونه دقیقاً موضع اروپایی‌ها که تا به امروز مقابل دونالد ترامپ بوده این اروپایی‌ها رو به برحال موضع ترامپ نزدیک بکنه، و این میتونه خیلی هزینه سنگینی برای ایران داشته باشه. متشکرم ژیار گل. همونطوری که ژیار اشاره کرد، بیش از 10 روز از اعدام نوید افکاری عضو سابق تیم ملی کشتی ایران می‌گذرد. اعدامی جنجالی که ابهامات و سوالات زیادی درباره آن مطرح است. آقای افکاری در پی اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت و به اتهام قتل و محاربه محاکمه و اعدام شد. اما در جریان محاکمه چه گذشت؟ پیشتر صدای بخشی از حرفایی که در دادگاه زده شده بود منتشر شد. حالا مریم افشنگ از جزئیات بیشتری در جریان این دادگاه گزارش می‌دهد. به جایی که سرتون تو گوشی باشه برد من گوشته بارمان شرمه ها برد من دارم سوال میپرسم. قبول دارید که شما آدم بی طرف نیستید؟ من دارم یه حرف کاملا قانونی منطقی میدارم. ادلات انتصاب اتهام باید برابر مستندات قانونی باشه. در دوم مهر ماه سال گذشته دادگاهی برگزار شد نزدیک به 2.5 ساعت. در این دادگاه بارها نوید افکاری از قاضی میخواهد که بی‌طرف باشد و به او اجازه دفاع بدهد، حرفهایش را بشنود و خواسته هایش را بررسی کند. نوید افکاری از قاضی میخواهد که جلسه دادگاه ضبط شود. او این خواسته را چند بار تکرار میکند. توی دادگاه که در یک ضبط صوت انجام میشه و هم از صحت این قضیه من آگاه میشه. ضبط صوت انجام نمیشه. به چه دلیل؟ دلیل امکانات چند بار فراهم نشده. فراهم و بعد صحبت. از چه این دردید این رو بحث نمی کنید؟ سوال من جواب بدید؟ خب چرا بس نمید؟ دلیل شما هم نمید؟ بوجهش تمنی نشده. بوجه نمید. جواب سربال شاهده اون نمید. گاهی فضای دادگاه متشنج می شود. بشین بینم. بشین. بخواه بزنید. نمی زنه. می شونده. بشین بینم. نوید افکاری متهم بود که حسن ترکمان کارمند حراست اداره آب شیراز را به قتل رسانده. طبق قرارداد شفافاتی که نمایندگان محترم دادستان ارائه کردند، تقریبا اولین خط شرح کیفرخواست گفته شده که ساعت 23:32 شخصی به نام حسن ترکمان در نشانی شیراز و در نزدیکی خیابان شادای الله با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفته که به بیمارستان اعزام لاکن فوت شده است. سوال کلیدی که اینجا مطرحه، ساعت 23:32 شما از کجا به دست آوردید؟ وحید افکاری برادر نوید هم متهم است که با موتورسیکلتش در صحنه حادثه حضور داشته. این با که پلاک موتورسیکلت برادر من وحید افکاری که روی موتور بوده توی بازسازی صحنه، آیا آقای بهروزی خودش کارشناس خودش بوده؟ آقای بهروزی که میدونسته شوکات و کارشناسا و ستوان دوم کاظمی و آقای فضلندیان و همسر مقتول همگی دارن میگن از فلان موتور شکایت داره، اون توی صحنه قد رویت شده مشاهده شده، پس چرا از همچین موتور فیلم گرفتن میگن اینه باش فضلندیان شده؟ در صورتی پلاک برادر من با اون پلاکی که توی صحنه قد مشاهده شده کاملا متفاوته، نیست اون موتور. در فیلمی که در برنامه 23 تلویزیون ایران از بازسازی صحنه قتل منتشر شد، این موتور که متعلق به وحید افکاری است دیده می شود.
این صورت جلسه فرماندهی انتظامی استان فارس است که در تاریخ 12 مرداد 97 نوشته شده و در آن به موتوری با شماره متفاوت در زمان وقوع درگیری اشاره شده. به گفته خانواده افکاری، اولین اقرار نوید در تاریخ 26 مهر 97 دقیقاً یک ماه بعد از بازداشتش بوده که در این مدت نه دسترسی به وکیل داشته و نه حق ملاقات. متهم توی جریان رسیدگی حق داره از پرونده آگاه بشه، ببینه آیا اکثر اطلاعاتی که الان من نمیدونم اینجا حضور داره یا نداره. سه ماه من توی اطلاعات بودم، با ماسک و عینک و کلاه از من بازی میگرفتن، شکنجه میدادن. آیا حاضر هستن یا نیستن؟ توی آرایی شکنجه دادن و دست من رو شکوندن، چند تا استخون دست من شکوندن و بعد از رسیدگی توی دادسرا به دستور حالا ریاست وقت دادگاه شعبگی من اعمال شدم پزشکی قانونی که گزارش پزشکی مشخص به دست من شکسته. نه تنها نوید افکاری بلکه مادر و پدرش هم خواستار رسیدگی به پرونده شکنجه او شدند و گفتند که او تحت شکنجه وادار به اقرار شده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشت که شکنجه صحت ندارد. این هم گفتگوی برنامه 23 تلویزیون ایران با یکی از وکلای پرونده. من ازشون خواستم که براشون توضیح دادن که باید شما رو ببرم به پزشکی قانونی، چون که ادعا شده که مورد ضرب شتم واقع شدید. بیان شد که خیر، من مورد ضرب شتم واقع نشدم، در صحت و سلامت هستم. به گفته خانواده افکاری و وکلایی که به پرونده دسترسی داشتند، خانواده افکاری از حمید رضا جمشیدی اردکانی شکایت کردند، اما شکایتشان تا به حال به جایی نرسیده. در دادگاه نوید افکاری از قاضی نه یک بار که چند بار می‌خواهد تا شاهدش را احضار کند. حالا شاهد من احضار کنید خب. من حق خلاف قانون چه می‌زنم؟ دادگاه به این خواسته نوید هم پاسخی نمی‌دهد. تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فوشای خیلی بد و الفاظ خیلی رکی که چاله میدونی نوید و باد و کتک گرفتن و... این صدای شاهد نوید افکاری است که قبلاً توسط بعضی از رسانه ها منتشر شده. 29 شهریور مهدی محمودیان روزنامه نگار در توییتی نوشت که 10 روز است خانواده آقای ناصری از او خبر ندارند. دادگستری استان فارس در اطلاعیه‌ای گفته شاهین ناصری به دلیل طرح‌های مقابله با کرونا به بند دیگری منتقل شده. این هم توییت روز قبل بابک پاکنیا که وکالت آقای ناصری را قبول کرده و به نقل از مقامات زندان نوشته که او از 21 شهریور ماه تحویل اطلاعات نیروی انتظامی شده. مطابق قوانین برای کشف حقیقت امنیت شاهد باید توسط دادگاه قضایی تامین شود. خواسته دیگر نوید افکاری نشان دادن فیلم دوربین مداربسته‌ای بود که قوه قضاییه ادعا می‌کرد وقوع قتل به دست آقای افکاری را ثابت می‌کند. یک فیلم گرفته شده که این فیلم باید پخش بشه، مشخص بشه چی توی این فیلم هست. فیلم دوربین موافق نشون بدید. داره میگه 23 و 32 دقیقه ضرب و جرح صورت گرفته. اینقدر دقیق داره میگه. یعنی چی؟ یعنی فیلمه. فیلم دوربین موافقه. دوربین موافق چه نشون میده؟ پخش کنید که من ببینم ایشون من رو میکنم در اینا ببینم. من شما مشکل بینید که من ببینم، من بکنم بیرون خودشون ببینم. من فقط توضیح دادم 23 یه سوال من شما جواب نمیدید. ایشون نشسته یه سرش تو گوشیشه یا داره میخنده به ما. این چند ثانیه تنها فیلمی است که توسط برنامه 23 پخش شد که در آن نوید فقط در حال گذشتن از خیابان است. نوید افکاری خواهان رسیدگی به مدارکی شد که در روند دادرسی علیه او در پرونده استفاده شده. نماینده دادستان ادعا میکنه که از تیشرت بنده تصویر تهیه شده که من میخوام که تصویر ارائه بدم. تیشرتی که روی پرونده هست به هیچ عنوان متعلق به من نیست. صاحبش هم مشخصه، آقای هیدر غردی، که اگر شما دستور بفرمایید ایشون ادعا میشن و توی دادگاه میگن که تیشرت مأمور آقای از من گرفت. تیشرت مال نوید افکاری است. آلت قطاری که توی پرونده هست و توی بازسازی صحنه آقای بهروزی یه کاغذ روش چسبونده، روش هم نوشته که آلت قطاری مقتول حسن ترکمان و ازش فیلم گرفته که اینم آلت قطاری که توسط آن نوید افکاری مقتول به قتل رسونده. آیا کارشناسی روی این صورت گرفته که این هست یا نیست؟ در پایان دادگاه، نوید افکاری بار دیگر خواستار رسیدگی به ابهامات موجود در پرونده‌اش می‌شود. از جمله نمایش فیلم دوربین مداربسته،
احراز هویت اشخاص حاضر در فیلم دوربین مداربسته، رفع ابهامات مربوط به بازسازی صحنه، احراز هویت صاحب تیشرت، بررسی و تحقیق درباره آلت قتل، کارشناسی باک موتور، احراز هویت مالک موتورسیکلت به این شماره پلاک، بررسی گزارش تفتیش یا بررسی آثار انگشت اشخاص روی جسد یا لباس مقتول. دادگاه دیگری برای رسیدگی به خواسته های نوید افکاری و ابهاماتی که مطرح کرد برگزار نشد. نتیجه این دادگاه هم صدور حکم اعدام برای او بود، حکمی که در دیوان عالی هم تایید شد. مریم افشنگ، بی بی سی. و اما اجازه بدید به واشنگتن بریم، جایی که مراسم یاد بود و خاکسپاری روث بیدر گینزبرگ، قاضی دادگاه عالی آمریکا که روز جمعه در پی ابتلا به بیماری سرطان درگذشت، در جریان. خانم گینزبرگ دومین زنی بود که در تاریخ ایالات متحده قاضی دادگاه عالی آمریکا شد و جناح‌های مختلف آمریکا برای او احترام زیادی قائل بودند. او سال‌های زیادی از عمرش رو برای مبارزه در راه حقوق برابر زن و مرد صرف کرد و مرگ او بسیاری از طرفداران حزب دموکرات رو متاسف کرد، به دلیل اینکه این فرصت رو به دونالد ترامپ رئیس جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا میده که در کمتر از یک ماه و نیم مانده از دوران ریاست جمهوریش جانشین او رو انتخاب بکنه، جانشینی که احتمال میره جمهوری خواه باشه و این میتونه موازنه سیاسی در دادگاه عالی رو بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها تغییر بده. خانم گینزبرگ در سالهای ابتدایی زندگیش به دلیل زن بودن با موانع زیادی در کارش روبرو شد و بسیاری او رو صف شکن زنان در حوزه حقوق در آمریکا می دونند. اما فردا مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه غرب قاره به پایان میرسه. از بین 4 نماینده ایران، استقلال اولین تیمی بود که به دور حذفی صعود کرد. برد 3-0 آبی ها که ساعتی پیش جلوی الاهلی عربستان ثبت شد، این صعود رو ممکن کرد. تنها تیم دیگه ای از ایران که میتونه همراه استقلال راهی مرحله بعدی بشه پرسپولیس که فردا به زمین میره. پوریا ژافره از برد استقلال و بازی پیش روی پرسپولیس گزارش میده. بازی سرنوشت برای استقلال که در پایان یک فصل پرماجرا حالا زیر نظر ستاره سابق مجید نامجو مطلق کار میکند. مسابقه ای که هر نتیجه به جز برد به معنی گرفتن بلیت برگشت به تهران بود. اما انگیزه آبی های تهران و بی انگیزه حریف الاهلی عربستان که قبلا صعودش تضمین شده بود، قرار بود نتیجه جالب را رقم بزند. اما انگیزه آبی های تهران و بی انگیزه بودن حریف الاهلی عربستان که قبلا صعودش تضمین شده بود، قرار بود نتیجه جالب را رقم بزند. و قبل از پایان نیمه اول، علی کریمی با جایگیری عالی دور از دفاع حریف، نتیجه را 2-0 به نفع استقلال کرد. بازی خوب استقلال در نیمه دوم هم ادامه داشت و گل سوم رو شیخ دیاباته، مهاجم اهل مالی استقلال، زد. استقلال 3-0. بردی قاطع که تیم ایرانی را به مرحله بعدی میفرستد تا شنبه در یک مسابقه کلاسیک با الهلال عربستان روبرو شود. و حالا پرسپولیس هم میخواهد با سناریوی مشابه به مرحله بعدی برود. اما لحظه ای که کار پرسپولیس را سخت کرد اینجا بود. قرمزهای تهران که از 2 بازی قبلی با 2 برد 6 امتیاز گرفته بودند، جلوی الدوحیل قطر با این پنالتی شکست خوردند. حالا پرسپولیس در روز پایانی باید جلوی رقیب مستقیم از شارجه امارات هر جوری شده برنده شود، وگرنه خبری از صعود نخواهد بود. فردا با تمام وجودمون با همه نیروهامون بازی خواهیم کرد. باید یه بازی کاملا خوب، جدی و متمرکز با تمرکز بالایی رو انجام بدیم.
مشکل بزرگ پرسپولیس اینجاست که حریف هم انگیزه خودش را داره و حتی یک مساوی هم برای صعودش کافی است. شارجه در بازی آخرش با نتیجه عجیب 6-0 جلوی اتاوان عربستان برنده شد و با روحیه بالا جلوی پرسپولیس به میدان. یه تیمیه که بالاخره از موقعیتاش خوب استفاده میکنه، بازیکنهای خوبی تو خط حمله داره که خیلی خطرناکن. اگه بخوایم جلوی این تیم تمرکز نداشته باشیم واقعا به مشکل میخوریم. از کارت فنی گرفته تا بازیکن و هوادار، همه اهمیت این مسابقه را میدانن. پیروزی نه تنها به معنی ماندن آنها در جدول مسابقه هاست، بلکه در این شرایط بحرانی مالی تیم‌های ایرانی می‌تواند همچون نوشدارویی برای شروع یک فصل جدید باشد. بوریا جعفره، بی بی سی. سینمای دوران جنگ در ایران با تولید آثار متعدد تبلیغاتی همراه بود. آثاری که در آنها سربازان ایرانی قهرمانانی شکست ناپذیر بودند که عراقی ها را به خاک سیاه می نشاندند. در آن دوران تولید یک فیلم ضد جنگ که به مشکلات شدید یک رزمنده از جنگ برگشته می پرداخت با سر و صدای زیادی همراه شد. عروسی خوبان فیلمی بود که آن روزها همه می خواستند ببینند. اما این فیلم چرا ساخته شد و چطور از سانسور شدید اواخر دهه 60 جان سالم به در برد؟ فرج بالافکن این سوال‌ها رو از محسن مخملباف سازنده این فیلم پرسیده. اونایی که جورابای لنگی بلنگی دارن خوش اومدن. آجی، آجی. اونایی که ماشینای لنگی بلنگی دارن خوش اومدن. صفای داماد، ای بالا، بگو. اونایی که زنای لنگی بلنگی دارن. فیلمی که بعد از 32 سال همچنان صریح‌ترین ژانر ضد جنگ در سینمای ایران به شمار می‌رود. عروسی خوبان بلندترین فریاد جامعه ایرانی بود از ورای یک فیلم که در اوج جنگ ایران و عراق علیه جنگ کشیده شد. درسته این فریاد از فیلم من اومد بیرون، ولی حاصل جمع درد و ناله و رنج یک ملتی بود که چند سال صدها هزار کشته داده بودن، بیش از 1 میلیون معلول داشتن، چند استان کشور ویران شده بود. عروسی خوبان چند ماه پیش از پایان جنگ کلید خورد، جنگی که آتشباریش سرانجام با نوشیدن جام زهری فروکش کرد. اما جامعه خسته بود و سرخورده. فقر و بدبختی و بیخانمانی بیداد میکرد. درسته که جنگ ابتدا دفاع بود در مقابل حمله دشمن خارجی، ولی کم کم شکل عوض کرد، تبدیل شد به صدور انقلاب توسط رهبرانی که کارآمدی سیاسی نداشتن برای جمع کردن جنگ، و از دلش رفته رفته همین سپاه پاسدارانی بیرون اومد که کشور رو تبدیل کرد به یک پادگان نظامی. در واقع جنب و جوشی در هفتمین جشنواره فیلم فجر به راه افتاده بود و همه می‌خواستند به هر شکلی که شده عروسی خوبان را ببینند. الو، ما تو موقعیت بدی گرفتار شدیم. فرشته بفرستیم. صحنه‌ای تو این فیلم هست، مثلا صحنه محضر که تایپ که سمبل سیستمه شلیک میکنه به رزمنده ها. خیلی سمبولیک من داشتم نشون میدادم که این دشمن خارجی نیست که داره این جنگ رو ادامه میده، این سیستمه که داره تایپ میکنه این جنگ رو، داره در واقع ادامه میده، بقا میده به جنگی که مدت هاست معنای خودش رو از دست داده و میتونه استاپ شه.
سانسور یا به قول حکومتی ها ممیزی شمشیری است که هیچگاه در نظام لبش کند نشد. اما چطور عروسی خوبان توانست دست کم در جشنواره از گزندان در امان باشد؟ من فکر کردم اگر فیلمنامه اصلی رو بدم به وزارت ارشاد قطعا رد میکنه، در نتیجه یه فیلمنامه خیلی خونسایی برای اداره سانسور فرستادن و اونا مجوز ساخت رو دادن. ما فیلم رو که ساختیم قبل از اینکه در جشنواره نمایش داده شه همیشه کمیته سانسور باید فیلم ها رو میدید، این رسم همیشگیه. اونتا اون موقع چون برقا قطع میشد، جیره بندی بود، محله‌ای بود برقا و هنوز فیلم ها آماده نبود برای جشنواره، کمیته سانسور میرفت فیلم ها رو تو استودیوهای فیلمسازی که در حال آماده کردن فیلم ها بودن میدیدن. اینا هی چک میکردن با استودیو که چه وقتی این محله برق داره، میومدن عروسی خوبان رو ببینن. 10 دقیقه از فیلم که میگذشت من به دستیارم میگفتم از اون پشت برق استودیو رو قطع میکرد و اینا فیلم رو ندیده مجبور میشدن برن و دوباره بیان و فکر میکردن برق محله قطع شده. بارها این اتفاق افتاد تا اینکه فیلم رسید به جشنواره و اینا چون اعلام کرده بودن فیلم رو ندیده نمایش دادن و دیگه کار از دستشون در رفته بود. سانسور ایران رو نمیشد مستقیم بری تو شکمش، طبیعتاً با گیوتین قطعش میکردن. ما فریب میدادیم سانسور رو، سناریوهای دیگه ای میدادیم، تو موقع نمایش یه بازیایی در می آوردیم، گاهی وقتا یه فیلم به اداره سانسور نشون میدادیم یه فیلم دیگه ای رو میفرستادیم به جشنواره. این دفعه برق به ما کمک کرد. فرج بادافکن، بی بی سی. دیدن عروسی خوبان رو به همه توصیه میکنم. اگر ندیدید این فیلم رو، به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همچنین کانال یوتیوب ما تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.